باید برم. تو فقط داری برمیگردی به اتاق خودت، هم اینو میدونی. بمون. آقای بلینگ اینجاست، هاوس دادم داره میاد، حتما خوشت میاد. اینجا همه چی پیدا میشه. من فقط برای این اومدم اینجا که قصاب بهم گفت امروز گوشت بریون خریدی، خیلی خوشمزه بود. چرا صبر نمیکنی تام بیاد؟ رفته قدم بزنی. فکر میکنی ناراحت بشه اگه من پیپمو پر کنم؟ نه پرش کن، بیا این سیبم ببر. او نه نه نه، حتی فکرشم نکن. این باید هاستت باشه. پیتر، انتظار تو رو نداشتم. من فقط داشتم رد میشدم. آقای کیل. آره جناب. از دستش ناراحت نشون، دیگه خیلی خیلی پیر شده. میخوای یه چیزی بخوری؟ نه نه ممنونم. نمایشنامه دشمن مردم یک درام مدرن است که در سال 1882 میلادی به قلم هنری کیوهان ایبسن، شاعر و نمایشنامه نویس، متولد 1828 در نروژ نوشته شده است. شماری ایبسن را فردی همتراز با سوفوکل و شکسپیر می دانند. داستان در سه فضای مشخص شامل خانه دکتر استوکمان، دفتر روزنامه پیک مردم و خانه ناخدا هوستر اتفاق می افتد. خب دیگه موضوع اسرارآمیز شد. مشکلی پیش اومده؟ یه چیزی هست که تو داری از من پنهان می کنی، برای اینکه خیلی دلم می خواست هر از گاهی به خودت یادآوری می کردی که من رئیس هیئت مدیره چشمه هستم. و منم دلم می خواست خودت اینو به خاطر می آوردی پیتر. ای بابا بیا بی خود سر کول هم نپریم. من عادت ندارم بی خود سر کول مردم بپرم. اما ادامه چنین برخوردی در یک جامعه سازمان یافته امکان نداره. فرد باید خودش رو تحت انقیاد ارشد خودش در بیاره، یا هر مقامی که مسئولیت تامین رفاه عموم به عهده‌شه. احتمالاً همینطوری که میگی، اما آخه چه ربطی به من داره؟ تامس عزیز، این دقیقاً همون چیزیه که تو هیچ وقت نخواهی فهمید. روایت تصویری پیشرو در سال 1990 میلادی به کارگردانی جک اوبرین با بازی ویلیام آنتون، انجی بیرد و دیوید دیویدیک ساخته شده است. اوبروین متولد 1939 در آمریکا به عنوان کارگردان، تهیه کننده و نویسنده شناخته شده است. وی نخست توانست صندلی کارگردانی را در برادوی به دست آورد و در سال 1969 کارش را به شکل حرفه‌ای شروع کرد. این روند با حضورش در جشنواره‌های مختلف ادامه یافت. اوبروین ما بین سال‌های 1981 تا 2007 میلادی به عنوان کارگردان هنری در تئاتر گلوب واقع در سان دیگو کالیفرنیا با ارائه نمایشنامه‌های متفاوت کار حرفه‌ای خود را پی گرفت. او 10 مرتبه برای جایزه تونی کاندید شده و تاکنون توانسته است 3 بار به جوایز آن دست پیدا کند. آثار شکسپیر مورد توجه او در اجراها و فیلم‌هایش بودند. اوبروین در سال‌های اخیر معطوف به کارگردانی اپراهای گوناگون شد. او در عرصه کارگردانی تلویزیون نیز فعالیت داشته است. وی تاکنون 6 فیلم ساخته است. اوبروین تصمیم دارد تا یک اجرای موزیکال را در 2015 تا 2016 در برادوی اجرا کند. گفته می شود که در روایت تصویری پیش رو آرتور میلر در بازنویسی اثر مشارکت داشته و برداشت او از شرایط سیاسی آمریکا در دراماتولوژیش مؤثر بوده است. بچه ها توی این شهر قرار خبرایی بشه. چه جور خبرایی؟ نظر عموم مردم اینه که شهر ما یه نقطه پاک و سالمه. خدایا، جایی که نه تنها به پیرها که به مریضام توصیه میشه، به همه مردم. البته که ما توصیهش کردیم. من خودم بارها و بارها در پیشتاز ریبرتون توصیه اونجا رو به همه کردم. تو اعلامیه هام چشمه های معجزه‌گر ریبرتون که برای ساختشون چنان پول هنگفتی هزینه شد، کل مؤسسه سلامتی ما لونه یه میکروبه. خب میدونین اون بو از دباغی میاد. حالا همون کثافت مرطوب مسموم گراست میره توی همون آب پربرکت و معجزه‌گری که ما قراره باهاش آدمای مریض رو معالجه کنیم. همون جایی که هم ماما هست. بله دقیقاً. حالا تو از کجا اینقدر مطمئن؟ راستش من از خیلی وقت پیش شک کرده بودم. بعدم تابستون گذشته با تعداد قابل توجهی مریض مبتلا به تیفوئید و ناراحتی گوارشی مواجه شدم. آره راست میگی، یاد آقای را سارینسون افتادم. بله درسته. اون زمان ما فکر کردیم مسافرای
این امروز با خودشون آوردن، اما بعد یعنی این زمستون فکر جدیدی به سر من زد. بررسی آب. نمونه های از آب و فرستادم برای دانشگاه برای یه تجزیه دقیق و منتظر جواب موندم. و جواب همینه که دریافت کردم. آره اینهاش. این نامه وجود مواد طبیعی آلوده رو توی آب چشمه های ما ثابت میکنه. آه خدا رو شکر به موقع کشفش کرد. فکر کنم بشه اینطور گفت کاترین. بله. خب حالا خیال داره چیکار؟ معلومه باید مشکل رو حل کنیم. فکر بشه کاری کرد. اگه نشه کاری کرد کل مؤسسه بی فایده است. قهرمان این نمایشنامه دکتر توماس استوکمان است که خصیصه های اخلاقی و عقاید او درباره مسائل اجتماعی بسیار شبیه به منش ایبسن است. دکتر توماس استوکمان پزشک به همراه همسرش کاترین، دختر بزرگش پترا و دو پسرش ایلیف و مورتون در شهری زندگی می‌کنند که همه توسعه و اقتصادش بر پایه حمام‌های طبی و طبیعی بنا شده است. این حمام‌ها سالانه بیماران زیادی را از سراسر کشور برای مداوا به آنجا می‌کشانند. دکتر استوکمان که سالها دور از این شهر پدری و در سختی زندگی کرده، ایده حمام‌ها را برای اولین بار مطرح کرده و همکنون علاوه بر پزشک شهر، مأمور کنترل بهداشت حمام‌های عمومی است و برادرش پیتر استوکمان، شهردار محل در حال برپا کردن و گسترش حمام‌هاست. دکتر استوکمان پی می‌برد که آب حمام و شهر آلوده است و سلامت مردم و مسافران در حال تهدید. او تصمیم می‌گیرد تا مردم را به وسیله روزنامه از این حقیقت آگاه سازد. ولی گردانندگان امور شهر و برادر وی، پیتر استوکمان، کلانتر و شهردار شهر، او را با نیرنگ از این کار باز می‌دارند. و همینجا بهت اخطار می‌کنم، اگه برای شغلی که داری ارزش قائلی بهتر از این دستور اطاعت کن. حالا این دستور چی هست؟ باید خیلی زود این شایعات رو رسماً انکار کنی. آخه چطور؟ هیچی، فقط بگو آبو یه بار دیگه به طور دقیق‌تر آزمایش کردی و متوجه شدی که راجع به خطراتش گزافه‌گویی کرد. تو به من گوش کن. من یه دکتر هستم و مرد علم. پیتر، من یه فرد آزادم و درباره هر چیزی تو دنیا حق اظهار نظر دارم. اما نه درباره مؤسسه. من قدغن میکنم. تو قدغن میکنی؟ من به عنوان ارشدت قدغن میکنم و وقتی من دستوری میدم تو باید اطاعت کنی. پیتر، اگه تو برادرم نبودی اون وقت من چیکار میکردم؟ ساکت بشینی. شما دوتا چیکار داشتین میکردین؟ گوش وایساده بودین؟ شما دوتا انقدر درست صحبت میکردین؟ من گوش وایساده بودم که چی؟ راستشو بخواین من اصلا خوشحالم که شنیدین. خیلی خوب، داشتی یه چیزایی درباره قدغن کردن میگفتی. خب اون وقتی که من نمیتونم جلوی اخراج تو رو بگیرم جناب آقای دکتر. چی؟ هر کس بتونه اینطور در جامعه زهر پراکنی کنه جز خائن نمیشه اسم دیگه ای روش گذاشت. تو چطور جرات میکنی؟ هیچ دوست ندارم در معرض خشونت قرار بگیرم. بهت اخطار دادم. اون بهش برق خورده. اون بهش برق خورده. خجالت داره تا خیلی دلم میخواست حقشو کف دستش بذارم. تقصیر خودمه. از همون اول باید شمشیرم از رو براش میبستم. شرم‌آور به من میگه خائن به جامعه. به من مرتشو ببره. این رو دیگه تحمل نمی کنم. لطفا خوب فکر کن تام. قدرت این شهر الان تو چنگ اونه. آره درسته، اما حقیقت هم تو چنگ من. بدون قدرت حقیقت به چه دردی میخوره؟ مادر این چه حرفیه؟ این حرفت خنده داره کاترین. جراید لیبرال پشت من هم همینطور اکثریت. اگه این قدرت نیست پس چیه ها؟ تو رو به خدا تام، تو که نمیخوای. من میخوام چی؟ تو که نمیخوای در ملای عام با برادر خودت بجنگی. پس میخوای من چه غلطه دیگه ای بکنم؟ اما این کار هیچ فایده ای برای هیچ کس نداره. اگه نخوای این کارو بکنن نمیکنن. تنها چیزی هم که نصیب تو میشه اخراجته. اما من فقط میخوام به وظیفه‌ام عمل کنم کاترین. من دکتر استوکمان میکشد تا در یک انجمن مردمی همگان را از خطر آب‌های آلوده با خبر سازد، ولی شکست خورده بیرون میآید و مردم به اتفاق آرا او را دشمن مردم میخوانند و چنان عرصه را بر او تنگ میکنند که راهی جز جلای وطن ندارد. دکتر استوکمان در اثر شرایط نامطلوب تصمیم می‌گیرد مردم را با بدبختی‌هایشان رها کند و از شهر و دیار خیش برود. او در زادگاه خود می‌ماند و به تنهایی مبارزه‌اش را ادامه می‌دهد. فقط داری تلاش می‌کنی شهر را خراب کنی. فقط این شهر را. اما تو داری شهر را بر اصول چنان فاسد بنا می‌کنی که کشور رو به گند خواهد کشید و همینطور دنیا رو. اون وقت من از صمیم قلب فریاد می‌زنم بذار نابود بشه. بذار همه این مردم بمیرن. دستاتو میخوام ساکت باشین و گوش بدین. مردمی که اینجا گرد اومدن این سخنان و توهین آشکار به شهروندان شهر و کشورشون به حساب میارن. اونا اعلام میکنن دکتر استوکمان متصدی سلامت و بهداشت چشمه های آب زلال دشمن مردم جامعه خودش. دروغه، به هیچ وجه حقیقت نداره. دشمنه، اون دشمن مردمه. احمقا.
حالت خوبه؟ یه پسر بچه بود، نگاه کن ببین چی میدوه. ببین سم با چه سرعتی پخش میشه حتی تو بچه ها. آدم باورش نمیشه که این همون شهره. من اینو نگه میدارم مثل یادگاری خوب از گذشته. بذارش توی وصیت‌نامه، میخوام توی خونه پسرام باشه تا هر روز بهش نگاه کنن. اینجا خیلی سرده، پس چرا هنوز شیشه برو نیاورده؟ نیاردش. دو ساعت رفته بیاردش، ما که اینجا از سرما یخ زدیم. شیشه بر نمیاد تا. نه، یعنی شیشه بر حتی میترسه شیشه پنجره های ما رو بندازه. تو متوجه نیستی، مردم دوست ندارن انگشت نما بشن. بالاخره اونم همسایه ای داره. در جلویی بود. یه نامه براتون اومده آقا. نمیدونم چطوری با صابخونه برم خرید، حتما سرمو میبره از بس حرف. خب خیالت راحت، گفته تخلیه کنیم. نه، اون دلش نمیخواد این کارو بکنه، اما اینطور که مردم برانگیخته شدن. خدایا، نماینده امروز بچه ها رو میفرستادم مدرسه. شروع نکن فکرای بد بکنه. موضوع چیه؟ من اخراج شدم. باورم نمیشه. تا دو هفته دیگه، اما من نتونستم اونجا بمونم. خانم باسک تو رو اخراج کرد؟ معلوم بود خیلی ناراحته، چون ما همیشه با هم عقیده بودیم، اما جرأتش رو نداشت کار دیگه ای بکنه. سه تا نامه نشون داد که امروز رسیده بود دستش. از طرف کی؟ بدون امضا بودن. یکی از اونا از طرف کسی بود که توی کانون از یک کسی که تو این خونه رفته آمد داره شنیده بود که من در بعضی موارد عقاید افراطی دارم. کولاک کردن. یک کسی شنیده که یک کسی گفته. آقای شنیده که خانومی گفت. کاترین زود چمدوناتو ببند که من حس میکنم کرما دارن از سر کولم بالا میرن. سلام کاپیتان، تو دقیقاً اون کسی هستی که می‌خواستم ببینمش. اومدم ببینم حال همگی چطوره. خواستم ازتون به خاطر نجاتتون تشکر کنم. سالم رسیدین. آها، من پوستم کلفته. پوست کلفتم باشی ممکنه این بکشید. چی بوده که کام تو رو اینقدر تلخ کرده؟ دیگه ککم هم نمیگزه. بذار تابستون بشه. بذار یه بیماری همگیر شایع بشه، اون وقت می‌فهمن چه کسی رو فرستادن طبیب کار. دو برادر در دشمن مردم در مقابل یکدیگر می‌ایستند. دکتر استوگمان که از حقیقت دفاع می‌کند و برادر شهردارش که بر واقعیت تکیه دارد. اختلاف نظر آنها درباره حمام‌های عمومی شهر است. حمامی که شهر کوچکشان را در قیاس با سایر شهرها در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است و همین موضوع درآمدزایی قابل توجهی را برای شهر و ساکنانش به همراه دارد. این تضاد حاصل ساختار جدید اقتصادی عصر مدرن است. ساختاری که سبب توسعه است، ولی همزمان ممکن است چیزهای ارزشمند دیگری را نیز نابود سازد. نقد لیبرالیسم و توجه و الهام از شرایط پیرامونی و خانواده خود دو رویکرد اصلی ایبسن در آثارش به شمار می‌روند. وقتی تو برگردی و مسئولیت حمام رو دوباره به عهده بگیری، من از اینکه مشکلی پیش بیاد هیچ ترسی ندارم. عبارت دیگه، اسم منو پاکسازی می‌کنین تا منم مسئولیت فساد رو به عهده بگیرم. ما که نمی‌تونیم از پس همه چیز بر بیام. یه مالیات جدید جار و جنجال به پا میکنه. روزنامه ما هم نابود میشه. از خیال ندارین هیچ کار برای آب بکنین. نه نیپتون نمیذاری هیچ کس مریض بشه. عبارت دیگه، شما دارین دنبال یکی میگردین تا ازش باج بگیرین و هزینه های چاپخونتون رو. ما داریم سعی میکنیم اسمتو پاک کنیم دکتر استاکمن. اگه از همکاری خودداری کنی، اگه اینه برخوردت. بله، ادامه بده. اون وقت چی کار میکنی؟ فکر کنم بهتره ما. نه، ازتون میخوام بهم بگین. تا دو دقیقه پیش میخواستین ازم یه قهرمان بسازین، حالا که بهتون پول نمیدن میخواین چی کار بکنین؟ دکتر، شور و تشنج مردم بالا گرفته. شهردار از تو به اتهام تبانی برای نابود کردن یک تعاونی شکایت خواهد کرد و بدون حمایت یک روزنامه کارت به زندان میکشه. و تو ازش حمایت میکنی، درسته؟ نه، صبر کن، خواهش میکنم. من میخوام این از دهن خودت بشنوم. هاوست، تو من از این پیروزی کوچولو محروم نخواهی کرد. به قهرمان بگو هاوستت، تو حتما تا اونجا پیش میری که قهرمان رو قربانی کنی. مگه نه؟ به من بگو تو از این اتاق بیرون نمیری تا من اینو از دهنت بیرون بکشم. ببین تو دیوانه ای مرد، و سعی نکن این رفتارتو با شعارهای انسان دوستانه توجیه کنی. چون مردی که پای خانواده‌اش رو بکشه وسط یه رسوایی مادام العمر، در اعماق ضمیرش یه ابلیسه. ابلیسی که پاکیزگی حمام‌های عمومی براش بیشتر از زندگی زن و بچه‌اش اهمیت داره. دکتر استاکمن، هر بلایی سرت بیاد حقته. لطفاً به پیشنهادمون فکر کنید دکتر، ما پول زیادی نمیگیریم و من اینو قول میدم که در عرض دو ماه زندگی شما به کلی عوض خواهد شد. و چی شده؟ وای خدای من، نگاش کن چه اتفاقی افتاده. هیچی بابا، به خدا هیچی. چه اتفاقی افتاده؟ برای چی تو مدرسه نیستین؟ معلم بهمون گفت بهتر بقیه هفته خونه بمونیم. سر زدنش؟ حرفای بعد به شما زد، اونم باهاشون جراویز شد، باهاشون سرشاخ شد، یهو یه گله ریختن سر ما. جوابشون رو دادی؟ به پدر گفتن خائن؟ منم گفتم پدر من خائن نیست. اما تو مجبور نبودی جوابشون رو بدی. میدونستی که همشون میریزن سرت، ممکن بود بدرک بدرک. اگه یه بار دیگه کسی همچین چیزی بگه من میکشمش، قسم میخورم. بلام کن. مارتن، مارتن،
بسه دیگه. زود باش صورتتو پاک کن. روز بخیر آقایون. ایبسن به عنوان مثال مدتی عضو اتحادیه کارگران شد و با نوشتن مقالات سیاسی و هنری با چند روزنامه همکاری کرد. پلیس در این اثنا به یکی از این روزنامه‌ها حمله می‌کند و کارکنان آن به استثناء ایبسن بازداشت می‌شوند. ایبسن که طبعی نقادانه و حقیقت جو داشت و روحش با بند و بست‌های سیاسی و تبلیغ و شعار دادن سازگار نبود، پس از این واقعه از سیاست بیزار می‌شود و از آن دست می‌کشد. سپس در سال 1879 میلادی خانه عروسک و ارواح را منتشر کرد که موضوع آن بر اساس نظریه وراثت است. اما آنقدر تیر و تاریک و بدبینانه به زندگی و آینده بشر اروپایی و چنبره لیبرالیسم نگاه می کند که به مذاق هیچ کس خوش نمی آید و آنقدر سنت ستیز می شود که همه را علیه خودش می شوراند. نمایشنامه تا 2 سال به نمایش در نمی آید و هیچ کس از موضع‌گیری ایبسن حمایت نمی کند. گویی در برابر مردم قرار می گیرد و بدین سان انگیزه نوشتن دشمن مردم فراهم می شود. تو اصلا متوجه نیستی کاترین، وقتی که این جریان برملا بشه تک تک آدمای این شهر می ریزن تو خیابون و کل اون دار و دسته رو می ندازنشون. اینا اینجا چی کار می کنن؟ خیلی خب دکتر استاد، حالا کجا هست؟ ها؟ باید چی کار کرد؟ منصرفت کرد؟ گوش کن، گوش کن. اما نمیتونه قصر در بره. حالا کجا قیمش کردین؟ مواظب باشید دکتر. ببین آقای استاکمن لطفا. پیتر، مسموم کردن آب کافی نبود، حالا دیگه توی روزنامه کار میکنی؟ کلاهم لطفا و عصام. اینا میتونه از این دست به اون دست بشه، پس خیلی اینا رو جدی نگیر. مردم هر روز صحبت نکردم و من مردمو دارم، برای اینکه حقیقتو دارم. به کمک دوستانم. البته ما دانشمند نیستیم دکتر، پس نمیتونیم درباره صحت و سقم مقاله شما قضاوت کنیم. خب به اسم خودم چاپ کنید، بذارین خودم ازش دفاع کنم. من چاپش نمیکنم. من به هیچ وجه نمیخوام این روزنامه رو قربانی کنم دکتر. وقتی کل قضیه فاش بشه این مردمی که میگی زیر بار هیچ جور تغییری در چشمه ها نخواهند رفت. آره جناب، همین الان به من گفتن دکتر. اما آخه میدونین یه مالیات جدیدم اضافه میشه. آره حالا فهمیدم. ببین این قیافه رو به خودت نگیر، نکته اینجاست که نکته؟ اون نکته به زودی مثل یه تیر تو این شهر به پرواز در میاد و من اون از چله رها خواهم کرد. حاضر این مقاله منو به عنوان یه جزوه چاپ کنین؟ پول من این روزنامه را نابود نخواهم کرد یا این شهر را. دکتر به خاطر خانواده‌تون هم که شده. لطفا خانواده‌ش قاطی این ماجرا نکنین آقای اندرسون. خدا به داد برسه. مقاله هم لطفا. شما تو این شهر نمیتونین اینو چاپ کنین دکتر. نمیتونی فراموشش کنی؟ نمیبینی همه دارن؟ من نمیتونم فراموشش کنم. و تو هم تا آخر عمرت اینو فراموش نخواهی کرد پیتر. من مردم رو به یه گرد همایی دعوت میکنم. مطمئن میخواد به سالون اجاره بده. خیلی خوب، پس یه تبل برمیدارم و از این خیابون به اون خیابون میرم، همه جا جار میزنم که چشمه ها آلودن و سم داره مردم این شهر رو میگندونه و شما هم حاضر نیستین کاری براشون بکنی. حالا اینا میتونه مال تو باشه، پس مطمئن باش، مطمئن باش. تنفر از قلبت بکن، با خودت رو راست باش پسر. حالا مطمئن هستی؟ تو چه حقی داری سر قدرت اعتقادات من با آینده خانوادم بازی کنی؟ پس این اعتقادات انقدرام قوی نیست. خاطر اعتقاداتم حاضرم حلق‌آویز بشم، اما هیچ مردی حق نداره از دیگران قربانی بسازه. خانواده من بیگناهه. اون سهامو پس بده، چیزی رو که به کاترین تعلق داره بهش پس بده. من هیچ کس نباید بگه مارتن کیل شهر رو خراب کرد. یا اعتقادات تو پس میگیری یا اینا میره برای مؤسسه خیریه ای من. همش من اسممو میخوام. خراب کردن یه شهر موضوع خیلی جدیه مارتن. به خدا قسم وقتی به تو نگاه میکنم شیطان رو میبینم. ایبسن 1 سال در روزنامه ها به مبارزه میپردازد
اما از مبارزه‌اش در مقابل مردم و حتی خود روزنامه‌ها نتیجه‌ای نمی‌گیرد و گوشه‌نشین می‌شود. و در سال 1882 پس از یک سال سکوت دشمن مردم را می‌نویسد و در آن دشمن واقعی مردم را معرفی می‌کند. ایبسن نیز در نمایشنامه دشمن مردم بر اساس آنچه در جامعه دیده است، اجتماع و اشخاص داستان را به چند گروه تقسیم می‌کند و با جهان‌بینی خاص خود به مقایسه و قضاوت آنها می‌پردازد. بنابراین او تصویری واقعی از جامعه را در نمایشنامه‌اش ارائه می‌کند. نروژ ترسیم شده در نمایشنامه در برگیرنده دو قطب سرمایه‌دار و کارگر است. طبقه سرمایه‌دار یا همان اقلیت سودجو دیدگاه‌ها و نظرات خود را به بقیه تحمیل می‌کند. اقشار فرودست و مزدور هنوز جهان‌بینی و بصیرت مستقلی پیدا نکرده بودند و به همین علت تمام امور جامعه به وسیله قشر خاص متصل به سرمایه‌داری هرچه می‌خواستند انجام می‌دادند. طبقه پایین دست جامعه هم آنقدر گرفتار نیازهای روزمره‌شان بودند که نمی‌توانستند به چیزی جز کار کردن فکر کنند. طبقه متوسط نیز از طرفی خود را برتر از طبقه پایین دست و بالاتر از طبقه بالا دست می‌دید. همه این تقسیمات باعث شده بود تا قشر پر جمعیت به دلیل منافع فردی ریاکار و ظاهرساز شود. واقعی و احساسات گرایانه است اگه مردی با تحصیلات من بیاد و از اینا پرستاری بکنه. ببینید صرف وجود توده ی از اندامگان به شکل آدمی اونو به صورت خودکار تبدیل به یک آدم نمی کنه. این افتخار باید کسب بشه، همونطور که هیچ کس هم به صرف داشتن شکل آدمی و زندگی در یک خانه و خوردن غذای خوب و موافقت با همسایگانش به طور خودکار تبدیل به آدم نمیشه. این نام هم باید کسب بشه. حالا وقتی من در مورد چشمه ها به نتایج خودم رسیدم، تو اجازه نداری درباره چشمه ها صحبت کنی. خواهش میکنم بذارین حرفمو تموم کنم. بعدش با خودم فکر کردم اکثریت، من اکثریت رو دارم و بذارین بهتون بگم که این احساس باشکوهی بود، چون این دلیلی بود که من به خاطرش به زادگاهم برگشتم. من میخواستم تحصیلات و دانشمو به این شهر بدم. طبق پیشبینی های من در 5 سال آینده درآمد تک تک مردانی که در این اتاق هستن بی اندازه خواهد بود. پیشبینی میکنم مدارسمون بزرگتر و بهتر خواهند شد. فروشگاه های درجه 1 در سراسر خیابان مین افتتاح خواهد شد. من پیشبینی میکنم اگه ما بدنام نشده باشیم یا نابکارانه مورد حمله قرار نگرفته باشیم، روزی به یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای تفریحی جهان تبدیل خواهیم شد. حالا میتونیم انتخاب کنیم. تنها کاری که باید بکنید اینه که یه سوال ساده از خودتون بکنین. من بر این عقیده هستم که باید خطی کشیده بشه و اگه مردی تصمیم گرفت از این خط عبور کنه، اون وقتی که ما مردم باید سرانجام یقش رو بگیریم و رسما اعلام کنیم تو نمیتونی این حرف رو بزنی. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. من فکر میکنم ما همه همدیگر رو در عافیت باشه. آقای رئیس، من قطعاً میکنم دکتر استاکمن در این گردهمایی گزارشش رو بخونه. ایبسن در این نمایشنامه ضمن رد نظر اکثریتی که تحت تاثیر لیبرالیسم بودند، روزنامه ها را نیز به باد انتقاد گرفت. شخصیت دکتر استوکمان در دشمن مردم تا آن اندازه منطبق بر شخصیت خود ایبسن است که ایبسن به ناشرش چنین می نویسد: دکتر و من درست با یکدیگر توافق داریم. در موضوع های بسیار فراوان هماهنگیم، اما دکتر کمی لجوجتر از من است. ایبسن که روزی آرزو داشت تا دانش آموخته پزشکی باشد و در این آرزو ناکام ماند، با نگارش نمایشنامه دشمن مردم و آرزوی خود دست یافت و در نقش دکتر توماس استوکمان پزشک، عقاید خود را به خوانندگان انتقال داد. ایبسن در نامش به ناشر نمایشنامش ادامه می دهد: من از نوشتن این نمایشنامه بسیار لذت بردم. من و دکتر استوکمان خیلی خوب با هم کنار آمدیم. ما در بسیاری از مسائل هم فکر و هم نظریم. چیزی که هست، دکتر استوکمان آشفته فکر است و من نه. به دلیل همین خصوصیت و خصوصیات دیگر او، مردم سخنانی از زبان او خواهند شنید که اگر از زبان من بشنوند شاید برایشان قابل تحمل نباشد. میشه یه بارم که شده توی زندگیت واقعا مسئولانه رفتار کنی؟ چرا اعتراف نمیکنه پیتر؟ تو میترسی من بخوام برم یه شهر دیگه با حقایقو درباره چشمه‌ام منتشر کنم، مگه نه؟ من منکر این که میگی نیستم. تو مثلا اگه واقعا دلت برای این شهر بسوزه، میتونی هر کاری میخوای بکنی بدون اینکه به هیچ کس از جمله خودت و اطرافیانت صدمه ای بزنی. حالا دیگه چه خیالی داری؟ یه بیانیه امضا شده به من بده به این مضمون که از شدت شور و حرارتی که برای کمک به شهرداشی از خود بیخود شدی و اغراق کرد، اونو به من بده و شغل تو پس بگیر.
من شخصا تعهد میکنم به موقعش میتونی همه تغییرات رو که فکر میکنی لازمه اعمال کنی. اینجوری هم تو به اون چه میخوای میرسی و تو عصبی هستی پیتر؟ به هیچ وجه عصبی نیستم. تو از من انتظار داری که در مقام خودم باقی بمونم در حالی که مردم دارن مسموم میشه؟ به موقعش تغییراتی رو که میخوای اعمال میکنی. کی؟ 5 سال دیگه؟ 10 سال دیگه؟ او چرا، خیلی خوبم این موضوع رو درک میکنم، اما واقعیت اینه که تو یکی از اون آدما نیستی. منظورت از این حرف چیه؟ اتفاقا خیلی خوب میدونی منظورم از این حرف چیه. منظورم از این حرف مورتن کیله. مورتن کیل؟ بله، پدرزن تو مورتن کیل. از چی داری حرف میزنی؟ یعنی تو خبر نداری پدرزنت امروز صبح دوره افتاده توی تمام شهر رو داره سهام چشمه های آب زلال رو میخره؟ بله سهام میخره، هر سهمی که به دستش بیفته. من متوجه نمیشم موضوع چیه. ای بابا دست بردار دیگه، دست بردار. درسته نمیخوام ریخت تو ببینم، ولی رو تو بر نگرد. درست حرف بزن ببینم چی داری میگی. حالا که اصرار داری خودتو به حماقت بزنی باشه، مردی که مبارزه بی امان به راه میندازه تا مردم رو به یک شرکت تعاونی بی اعتماد کنه و تا اونجا پیش میره که دعوت به یک گرد همایی علیه اون تعاونی میکنه و روز بعد در حالی که مردم هنوز از ضربه اون ماجرا حالشون جا نیومده، پدرزنش را میفته توی شهر رو کل سهام اون شرکت رو به نصف قیمت میخره. یعنی تو واقعا باور میکنی که من اون چرا میبینم؟ باور میکنم. و من چیزی نمیبینم جز یه مرد که داره برای مورتن کیل یه کار کثیف انجام میده. حالا میری یه بیانیه مینویسی و توش هرچی رو که تا حالا گفتی انکار میکنی. پیتر، تو یه موجود پست و بی‌مقداری. باشه تامس، اما رک و پوسکنده بهت بگم، اگه نقشه یه حمله دیگه از بیرون شهر رو توی سرت داری، این یادت باشه، صبح روزی که منتشر بشه ازت به اتهام تبانی شکایت میکنم و حکم جلب تو از دادگاه میگیرم. منظورت چی؟ منظورم اینه که ما تنهاییم و تا صبح باید شبی طولانی رو سپری کنیم. نصف شهر توی خیابونن. حالا چی میشه تام؟ حالا چی میشه؟ نمیدونم، اما از حالا به بعد هممون برای حقیقت میجنگیم. برای همینه که تنهاییم و همینه که ما رو قوی میکنه. ما قوی ترین مردم روی زمینیم و مردمان قفی باید یاد بگیرن که تنها باشن.